به نام خدا. سلام، با ما همراه باشین تا بریم یکی دیگه از سوالهای تیزوشان رو با هم دیگه حلش کنیم. مطابق شکل، یک مکعب مستطیل آهنی با ابعاد 20 سانتی متر در 10 سانتی متر در 5 سانتی متر از کوچکترین وجه روی سطح میز قرار دارد. آن را با نیروی ای که با راستای افق زاویه 30 درجه می‌سازه روی سطح میز با تندی 20 متر بر ثانیه می‌کشیم. خواسته سوال اینجاست: نسبت فشاری که جسم بر سطح میز وارد می‌کنه به نیروی تکیه‌گاه که بر آن وارد می‌شود، یعنی خودش خواسته رو به ما داده، پی به اف ان رو میگه بر حسب یکهای اصلی به دست بیاریم. خب فشار چیه؟ فشار نیروی عمودی وارد بر سطح. داخل این شکل نیروی عمودی من چیه؟ این نیروی عمودی من نیروی وزن و اون نیروی ای که به سمت بالا هستش با در نظرش بگیم. طبق قانون سوم نیوتن، یعنی میبینیم که این سوال هم فصل فشار هم فصل نیرو رو درگیر کرده. طبق قانون سوم نیوتن نیروی عمودی تکیه‌گاه برابر همین دو تا نیرو است، یعنی نیروی خالصی که داره به جسم وارد میشه. خب ما اول کوچکترین وجهی که سوال به ما داده رو حساب میکنیم، یعنی آی مینیمم من میشه ضرب اون دو تایی که کمترین مقدار به من میده، یعنی 5 و 10 میشه چقدر؟ 50 سانتی متر مربع. این تا اینجا. خب خود فرمول خواسته سوال چی خواسته؟ گفته فشار تقسیم بر نیروی عمودی تکیه‌گاه. گفتیم فشار چیه؟ نیروی عمودی وارد بر سطح. نیروی عمودی من اینجا همون FN هست، طبق قانون سوم نیوتن تقسیم بر مساحت سطح، فشار نیروی وارد بر سطح بوده دیگه. اون سمت که FN رو داریم، خب FN که با FN ساده میشه، در نهایت یک تقسیم بر آی مینیمم باقی میمونه. خب میشه 1/5، درسته؟ اما هنوز حل سوال من تموم نشده. چرا؟ چون سوال تاکید کرده بر حسب یکهای اصلی این سوال حل کن، یعنی سانتی متر مربع من باید بر حسب متر مربع باشه. سانتی متر مربع به متر مربع هر یک سانتی متر، یعنی در واقع 1/100 متر هست. مربع خب یعنی توان 2 دیگه، پس میشه 1/10. چون داخل مخرج هستش، اینو باید چیکار کنیم؟ ضرب در 10000 کنیم مستقیما. خب میشه چقدر؟ میشه 200. به همین راحتی. ممنون از همراهیتون.